با سلام خدمت دوستان و همراهان سایت و کانال رهیافته امروز میخواییم خاطره جالب از شیخ حسین انصاریان رو نقل کنیم به اسم اغرب توی آبگوشت شیخ حسین انصاریان رو که خب حتما خیلی هاتون میشنسین از منبری های مشهور کشور هستن که سایت ارفان یکی از سایت های مهم و موثر در بحث دعا و عدیه به زبان های مختلف مال ایشونه و همینطور شبهای قدر خیلی ها با نوای ایشون و با منبر ایشون شبهای قدر رو میگذرونند و نسبت به گناهانی که در طول سال داشتن توبه میکنند شیخ حسین انصاریان خاطره جالبی تعریف میکنه در رابطه با وجود اغرب توی آب گوشت که البته آخرش هم یک نتیجه اخلاقی میگیره ایشون میگه که یک روز جمعه با دوستان رفتیم کوه دوستان یه آبگوشت و چای روی هیزم درست کردن سفره نهار چیده شد ماست و سبزی و نون هم گذاشتیم دو تا از دوستان رفتن دیگه آبگوشت رو بیارن که یه کلاقی از راه رسید و یه فضل انداخت توی دیگ. اون روز همه نون و ماست و سبزی خورد خب میدونین که بالاخره فضله توی دیگه آبگوشت حرام دیگه دیگه اون غذا رو نمیشه خورد بعضی چیزها خیلی بزرگ هم باشن یک فضلی موش یک فضله حالا کلاق باعث میشه که دیگه اون غذا رو نشه خورد ایشون میگه که اون روز همه نون و ماست و سبزی خوردیم خیلی سخت گذشت خیلی هم رفقا کلاق رو لن کردن گاهی هم میخندیدن اما در اصل ناراحت بودن وقت رفتن به خونه دوتا از رفقا رفتن دیگ رو خالی کنن دیگ رو که خالی کردن دیدیم یه عقرب سیاه ته دیگ هست و اگر خدا این کلاغ رو نرسونده بود ما این آبگوش رو میخوردیم و همه میمردیم کسی هم نمیفهمید اگر اون عقرب را ندیده بودن هنوز هم میگفتن یه روز رفتیم کوه خدا حالمون رو گرفت خدا حالتو نگرفت جونتو نجات داد خدا میدونه این بلاهایی که تو زندگی ما هست یه پشت پرده ای داره و این پشت پرده رو خدا میدونه شیخ حسین انصاریان آخر این کار آخر این خاطره شیخ حسین انصاریان آخر این خاطره یک حدیث از امام حسن عسکری علیه السلام میگه که هیچ گرفتاری و بلایی نیست مگر آنکه نعمتی از خداوند آن را در بر بگیرد خب در کنار داستان شیخ حسین انصاریان خالی از لطف نیست که به یک افسانه جالب که سند بنایی هم داره بپردازیم گفتم سند بنایی منظورم حالا بنا و ساختمان هست در شهر نتنز که یک شهر کویریه و حاشیه کوههای کرکس قرار داره روی یکی از کوه ها بنایی وجود داره به اسم گنبد باز داستان این گنبد باز بی با داستان شیخ حسین انصاریان و آنچه گفتیم نیست شاه عباس به شدت به شکار و رفتن به شکارگاه مثل همه شاه ها علاقه داشت خب اتفاقی که اونجا میفته طبق افسانه های مردم این هست که شعباس یک بازی داشت که این مقبره هم این گنبد باز مقبره اون باز هست که خب خیلی هم دوستش داشت یک بار شاه از شکار برگشته خسته میخواد آب بخوره دستور میده براش آب میریزن توی قده و هر وار که میخواد دست دراز کنه طرف قده باز به طرف قده میره و آب رو میریزه روی زمین چند بار این اتفاق تکرار میشه و شاه که خیلی تشنه بوده از روی عصبانیت دستور میده تا بازش رو بکشند و یا اصطلاحا سر ببرند بعد از اینکه باز رو میکشند دوباره شاه عباس میخواد آب بخوره که یک لحظه تعمل میکنه باز من همینطوری این کارو نکرده و کارهاش هدف داشت اون خیلی من دوست داشت اصلا چرا اینقدر خودش رو به این قده میزد و قده آب رو میریزه دستور میده که اون جایی که آب رو آوردن بررسی کنن آب رو از چشمه آورده بودن و کل چشمه رو بررسی میکنن میبینن که در سرچشمه یک ماری هست که زخمیه و خیلی خطرناک و سمیه و هر چنگاهی داره یک زهرش رو توی آب میریزه البته خب مشخصه که این یک افسانه است حالا هر چقدر هم زهر داشته باشه چقدر میتونه آب توی زهر توی آب بریزه ولی حالا مشهوره که شاه عباس به همین مناسبت و به قدانی از بازی که جان فشانی کرد دستور داد و بالای کوهی که به کوه گنبد باز هم مشهور هست این گنبد و بارگاه رو ساختن خود من چون نتنز درس خوندم و خب اونجا اصلا مشهور بود برای رشته،, رشته های مختلف واحد ورزش رو باید میرفتن بالای کوه این گنبد باز برای من اونجا اول بار مطرح شد اما بین محلی ها مشهوره و یکی از آثاری هست که به گفته کارشناسان خودش یک شاهکار معماری هست از دوره صفویه کفش با آجر مفروش شده و حالا اون از اون بنایش اصلا توی اون بادهای شدید کوهستانی چطوری این ساختمان سالم مونده بحثهای مختلفی هست که شما توی اینترنت میتونید در مورد گنبده باز سرچ کنید و ببینید ولی خب جالب بود موضوعی بود که با همین موضوع اغرب در آبگوشت میخورد و گفتنش و شنیدنش خالی از لطف نبود ممنون که ما رو همراهی میکنید اگر دوست داشتین این ویدیو رو به اشتراک بگذارید ما رو سابسکرایب کنید و پیج رهیافتگان رو به دوستانتون معرفی کنید البته این بار هم بحث ما بحث تبلیغی بود که با یک داستان و افسانه جالب تاریخی آزین شد انشالله در داستان و ماجره های بعدی اتفاقات خوبی رو دنبال خواهیم کرد همراه ما باشین تشکر میکنم از طرف تیم سایت و مجموعه رهیافتگان